خوش اومدید. اینجا آرکسته، جایی که در هر گوشه از اون هنر در جریانه. دنزل واشنگتن، تعریف جدیدی از کاریزما در سینمای مدرن. دنزل واشنگتن یکی از برجسته ترین بازیگران و کارگردانان هالیووده که در دسامبر 1954 در مونورمون نیویورک به دنیا آمد. او به دلیل توانایی شگفت‌انگیز در بازی در نقش‌های پیچیده و متفاوت و تأثیر اجتماعی مثبتی که در هالیوود داره شناخته میشه. نقش آفرینی‌های او همواره با عمق و اعتبار همراه است که در طی سالها به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های سینما و تئاتر تبدیل شده. دنزل واشنگتن در دوران کودکی در شهر مونورمون نیویورک در خانواده‌ای با تربیت مذهبی و متوسط بزرگ شد. مادرش لنیس مدیر کلیسا و آرایشگر بود و پدرش دنزل واشنگتن سینیور واعظ کلیسا بود. در سن 14 سالگی شاهد طلاق والدینش بود، تجربه‌ای که تأثیر عمیقی بر زندگی او گذاشت و او را به سمت تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی سوق داد. در این دوران او وارد یک مدرسه خصوصی شبانه مذهبی شد که به او در کشف علایقش به بازیگری و هنر کمک کرد. بعدها او در دانشگاه فورتام به تحصیل در رشته روزنامه نگاری مشغول شد. اما بعد از آن به تئاتر و بازیگری علاقمند شد و برای ادامه تحصیل به تئاتر کنسرواتوار آمریکا پیوست. دنزل واشنگتن کار بازیگری را از تئاتر آغاز کرد و به تدریج به سینما و تلویزیون راه پیدا کرد. اولین نقش برجسته او در سریال تلویزیونی سنت الزویر بود که او را به شهرت رسوند. در طول دوران حرفه‌ای خود با کارگردانای بزرگی همکاری کرده و در نقش‌های به یادماندنی بسیاری ظاهر شده. خیلی ممنون که تا اینجا همراه آرتکست بودید. جوایز و افتخارات. دنزل واشنگتن یکی از پرافتخارترین بازیگران هالیووده. اون تا کنون دو بار برنده جایزه اسکار شده. یک، اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم افتخار یا گلوری در سال 1989. دو، اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم روز تعلیم یا ترینینگ دی در سال 2001 که در اون نقش یک پلیس فاسد رو بازی میکنه. او همچنین برای فیلم‌های مختلفی مثل مالکوم ایکس، پرواز و حصارها نامزد اسکار شده. دنزل علاوه بر این جوایز متعددی از جشنواره‌های معتبر دیگر از جمله گلدن گلوب و بفتا دریافت کرده. اون اولین بازیگر آفریقایی تباریه که دو جایزه اسکار رو در دو دسته مختلف برده و یکی از انگشت شمار بازیگرانیه که به دلیل نقش آفرینی‌های ماندگار در صنعت سینما جایگاه ویژه‌ای داره. فعالیت‌های کارگردانی و تهیه کنندگی. دنزل واشنگتن در کنار بازیگری در کارگردانی و تهیه کنندگی فعالیت داره. اون اولین فیلم خود رو با نام انتوان فیشر در سال 2002 کارگردانی کرد. همچنین فیلم حصارها دفنسز که در سال 2016 کارگردانی کرد مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و نامزدی اسکار بهترین فیلم رو نیز به همراه داشت. این فیلم بر اساس نمایشنامه معروف آگوست ویلسون ساخته شد و نقش آفرینی برجسته واشنگتن و وایولا دیویس در اون مورد ستایش قرار گرفت. فعالیت‌های بشردوستانه و اجتماعی. واشنگتن علاوه بر فعالیت‌های هنری همواره در امور بشردوستانه و خیریه نیز فعالیت داره. اون یکی از حامیان فعال بنیادهای خیریه است و کمک‌های قابل توجهی به مؤسسات خیریه و آموزشی داشته. اون با سازمان‌هایی مانند Boys and Girls Clubs of America همکاری داشته و نقش مهمی در حمایت از جوانان و کودکان ایفا کرده. به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و کمک‌هاش به جامعه از اون به عنوان یک الگوی مثبت در هالیوود یاد میشه. نقش‌های برجسته و تأثیرگذار.
دنزل واشنگتن در طول دوران حرفه‌ای خود در نقش‌های بسیار متنوعی بازی کرده که بسیاری از اونها به خاطر تأثیرات اجتماعی و سیاسی خاص ماندگار شده. برای مثال میتونیم برخی از نقش‌های برجسته اون رو مثل مالکوم ایکس در فیلم مالکوم ایکس به کارگردانی اسپایک لی مثال بزنیم. واشنگتن در این نقش زندگی رهبر بزرگ سیاه‌پوستان آمریکا مالکوم ایکس رو به تصویر کشید و به خاطر بازی بی‌نظیرش مورد تحسین قرار گرفت. هریکین کارتر در فیلم طوفان یا The Hurricane، اون در این فیلم نقش یک بوکسور متهم به قتل رو ایفا کرد و بار دیگر توانایی خودش رو در تصویر کشیدن نقش‌های پرچالش نشون داد. آلونزو هریس در روز تعلیم Training Day، نقش یک پلیس فاسد که باعث شد دنزل اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد رو از آن خودش کنه. دوستان نزدیک و هنرمندان همکار، واشنگتن در طول دوران حرفه‌ایش با بسیاری از بازیگران و کارگردانان بزرگ دوست بوده. اون رابطه نزدیکی با اسپایک لی کارگردان مشهور داره و چندین بار با او همکاری کرده، از جمله در فیلم مالکوم ایکس. از دیگر دوستان نزدیکش میتونیم به ساموئل ال جکسون و مورگان فریمن اشاره کنیم که اون رو به عنوان یک دوست و الگو تحسین میکنن. ممنون و خوشحالیم که تا اینجا با آرتکست همراه بودید. ازدواج و فرزندان. دنزل در سال 1983 با پاولتا پیرسن که بازیگرس ازدواج کرد. این زوج رابطه طولانی مدت و موفقی در هالیوود دارند و از حواشی رایج در این صنعت دور ماندند. دنزل و پاولتا 4 فرزند دارند: جان دیوید، کتیا و دوقلوهایشان اولیویو و مالکوم. جان دیوید واشنگتن بازیگر موفقیه و با بازی در فیلم‌های مانند بلک کلزمن و تنت توجه زیادی به خود جلب کرده. چیزهایی که کمتر کسی در مورد دنزل واشنگتن میدونه. دنزل واشنگتن در زندگی شخصیش بسیار به مذهب و ارزش‌های خانوادگی پایبنده و به ندرت درباره زندگی خصوصیش در رسانه‌ها صحبت می‌کنه. دنزل واشنگتن با همسرش پاولتا زندگی طولانی و پایداری داره و برخلاف بسیاری از ستارگان هالیوود از حواشی و مشکلات شخصی دوری کرده. دنزل واشنگتن به مطالعه علاقه زیادی داره و همواره به دنبال یادگیری و ارتقای دانش شخصیشه. او به تئاتر و بازیگری در نمایش‌های زنده علاقه‌منده و حضور در تئاتر را بخش مهمی از حرفه خودش میدونه. همچنین عاشق آموزش و الهام بخشیدن به جوانانه و بارها در مصاحبه‌هایش از اهمیت تعلیم و تربیت و یادگیری مستمر صحبت کرده و همواره به دانشجویان توصیه میکنه که در کنار حرفه‌شون به یادگیری بپردازه. با اینکه واشنگتن به ندرت وارد حواشی و جنجالا میشه و زندگی خصوصیشو تا حد امکان از رسانه ها دور کرده، با این حال برخی مواقع نظرات صریح او در مورد مذهب، اخلاق کاری و تاثیرگذاری مثبت در جامعه بحث برانگیز بوده. او بارها درباره اهمیت اعتقادات مذهبی و نقش اون در موفقیت خودش صحبت کرده و برخی این دیدگاه ها را با چالش مواجه کرده. حرف آخر. دنزل واشنگتن همچنان به عنوان یک اسطوره در سینما و تئاتر شناخته میشه و با نقش‌های پرمفهوم و عمیق خود تأثیر بی‌نظیری در هنر و فرهنگ عامه گذاشته است.